درود محمد تماسبی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم خب همینجور که میبینید این برنامه تغییر کرد امیدواریم که هر روز بتونیم یه تغییر جدید و در جهت مثبت انجام بدیم و برنامه رو بهتر و بهترش بکنیم متن دو تا احتمالا سه قسمت از برنامه رو آماده کردم برای ضبط اما یه مسئله خیلی مهمتر پیش اومد یه موضوع خیلی مهمتر پیش اومد که گفتم این قسمت رو به اون اختصاص بدم صحبتی که امروز میخوام بکنم نقش ویتامین دی هست در جلوگیری از ریسک عفونت و مرگومیر در اثر کووید 19 توی قسمت سوم یه اشاره‌ای به این موضوع کردیم که ویتامین دی توی سیستم ایمنی بدن نقش خیلی مهمی داره ولی اخیرا تحقیقات جالبتری شده تحقیقات مهمتری شده و یه دونه تحقیق که امروز بهش اشاره میکنم یه ریویو یا یه بررسی هست از چند تا تحقیق که در این زمینه شده و نقش مهم ویتامین دی رو در جلوگیری از عفونت و کاهش مرگ و میر در اثر کووید 19 رو نشون داده از این جهت که این مطالعه مطالعه ریویو یا بررسی هست اهمیت پیدا میکنه چون که فقط یه دونه آزمایش نیست بلکه نگاهی میکنه به کل آزمایش ها کل مطالعاتی که در این زمینه شدن و نتیجه رو ازش به دست میاره این مقاله علمی اوپن اکسس هست یعنی در دسترس عام هست بدون نیاز به پرداخت هیچ پولی میتونید بهش دسترسی پیدا بکنید و توصیه میکنم که کلش رو هم بخونید همون چکیدش هم به حال کفایت میکنه توی همون چکیده یه پیشنهاد میده و اون پیشنهاد ما اینجا تکرار میکنیم و خودم هم دارم دنبالش میکنم و خیلی مهمه کسانی که در معرض کووید 19 هستن یعنی تک تک ماها در واقع نیاز هست که چند هفته روزانه ده هزار واحد بین الملل ویتامین D3 مصرف بکنن بعد از اون چند هفته که روزانه این دوز رو مصرف کردن باید روزانه 5000 هزار واحد بین الملل مصرف کنن و به همین منوال ادامه بدن یکی دیگه از نکته های مهم این هست که این ویتامین D3 هست ویتامین دی 2 نیست دی 2 رو تا اونجا که میدونم نسخه پزشک میخواد این دیسه که مد نظر ما هست در موردش به دوستان و خانواده توی ایران گفتم اما معمولا به صورت ماهانه یا هفتگی تجویز میشه این عددی رو که گفتم اشتباه نکردم صفر کم و زیاد نخوندم واقعا روزانه ده هزار واحد بین الملل توصیه میشه چیزی هست که توی مقاله گفته شده و اووردوز مطمئن باشید که نمی کنید و مشکلی واسطون پیش نمیاد توی همین مقاله هم به همین نکته اشاره می از این بهتر این هست که روزانه دست کم 20 دقیقه توی آفتاب قرار بگیرید که حالا بر اساس شدت آفتاب لباسی که دارید رنگ پوست این 20 دقیقه میتونه بیشتر بشه خود من یه روز میدوم یه روز پیاده روی میکنم و با حداقل لباس ممکن این کار رو انجام میدم چون که مهم هست که آفتاب به پوست بخوره ویتامین دی که از این راه به دست میاد یه ویتامین دی کاملا ارگانیک هست که بدن بهترین میونه رو باهاش خواهد داشت و طبیعی ترین راه به دست آوردن ویتامین دی خواهد بود اما ممکنه برای تک تک ما مقدور نباشه به خاطر اینکه حالا ما توی قرنطینه هستیم بعضا حالا اینجا خیلی قوانین آسونتر شده میشه که راحت بیرون رفت با حفظ فاصله اجتماعی پس بیرون میتونم ورزش کنم میتونم پیاده روی کنم یه ویدیو لایف رو هم دادم و بعد چون داشتم در مورد رژیم صحبت میکردم که از دوستان گفت که رژیم که رژیم سیاسی منظورت نیست حالا توی ایران در مورد هر چیزی که صحبت میکنیم یه رفتی می هم به سیاست پیدا میکنه اینه که توی ایران مشکل حالا هم حجاب اجباری هست هم مشکل هم برای خانم هم برای آقایون این هست که با هر لباسی بیرون نمیشه رفت و میشه گفت که صد درصد ایران حتی توی فصل گرم هم ویتامین دی رو به صورت کافی دریافت نمیکنه. برنامه ها رو که تا اینجا دنبال کردید حتما متوجه شدید که من همیشه دارم از چیزهای طبیعی صحبت می کنم، از عوض کردن سبک زندگی و بازگشت به یه روش زندگی نیاکانی صحبت می کنم و ممکنه شنیدن این که من دارم مکمل توصیه می کنم، عجیب باشه از برای خودم هم تعجب داره من به این راحتی ها تن به مکمل و قرص و اینها نمیدم ولی دلایل خیلی قوی برای استفاده از یه سری مکمل ها وجود داره و با وجود همه مقاومت و با وجود همه سوگیری که نسبت به مکمل ها دارم ویتامین دی سه و یود رو مصرف میکنم حالا یود رو توی این قسمت بهش نمیپردازیم اما توجیهی که هست اینه که ما هر چقدر هم رژیممون رو اصلاح بکنیم با سبکای زندگی امروزی یعنی سبک زندگی که امروز ممکن هست کاری با ما میکنه که ویتامین دی کافی رو نمیگیریم چون ویتامین دی اصولا از آفتاب به دست میاد ولی خب یه مدت که قرنطینه و اینها بود حالا قرنطینه برداشته شده اینجا تا حد زیادی سختگیری یا کمتر شده اما به هر حال اکثر کارامون توی خونه هست اکثر کارامون توی محیط سربست است در صورتی که نیاکان ما پیشینیان ما قبل از اینکه حتی انسان بشیم عمده زمانشون رو بیرون میگذروندن وزیر نور آفتاب و یه مسئله دیگه در مورد خود من که توی لهستان زندگی میکنم این هست که اینجا واقعا خورشید پشتش به ماست و حتی مثلا تا همین چند روز قبل هم بارون می اومد هوا ابری میشه همین امروز که بیرون بودم خیلی جاها خیلی موقع هوا دوباره ابری میشه خورشید خیلی حضور چندانی نداره از ماهای تابستون شاید یه دو ماه بشه روی خورشید حساب کرد در غیر این صورت بقیه موقع آنچنان خورشید توی آسمون نیست که بشه ازش ویتامین دی گرفت پس هم سبک زندگی میتونه تأثیر باشه که خوشبختانه من سبک زندگی فعالی دارم اما به خاطر جایی که توش زندگی میکنم اخیرا به این نتیجه رسیدم که باید ویتامین دی رو مصرف بکنم و ویتامین دی رو با دوز دو هزار واحد بین و ملل در روز مصرف میکردم اما به تدریج با این تحقیقات که آشنا شدم این رو به 6000 در روز افزایش دادم و یه روز دویدن دارم یه روز پیاده روی دارم و هر دو اینها حال حداقل لباس ممکن که نور خورشید به اندازه کافی به بدنم بخوره و ویتامین دی رو به اندازه کافی جذب بکنم این دوز رو که پیشنهاد کردم خیلی ها گارد گرفتن خیلی ها تعجب کردن و خیلی ها از خطر بروز مشکلات کلیوی و کبدی سخن به میون آوردن و اکثرا که دیدم بعضی از دوستان که ویتامین دی رو مصرف میکنن دی سه رو مصرف میکنن این ویتامین رو به صورت هفتگی یا به صورت ماهانه مصرف میکنن که دوز خیلی بالاتری داره اما به صورت ماهانه هست در مورد اینکه جذب اون چجوری هست خیلی اطلاعی ندارم و دوزی رو که میتونم پیشنهاد بکنم بر اساس این تحقیق و تحقیقاتی که بررسی کرده میتونم بگم و پیشنهاداتی که مثلا دکتر بری آیور کامنز پال سالدینو کسایی که خیلی حرفاشون برام اعتبار داره دنبال میکنم این توصیه رو بر اساس حرف اونا میکنم که لینک یه سری از پادکستاشون یا ویدیوهاشون که در مورد این صحبت کردنم در ادامه میذارم و باز برمیگردیم به چکیده همین مقاله که نمیگه که اگر ویتامین دیتون کم هست این دوز رو مصرف بکنه اگر در معرض خطر کووید 19 قرار دارید یعنی تک تک ماها این دوز رو مصرف بکنید در مورد خطر اووردوزش یه مثال خیلی مهم که به اصطلاح کیس استادی شده به صورت مورد پژوهی منتشر شده اینجوری هست و دکتر بری هم توی کتابش بهش اشاره میکنه و توی یکی از مصاحبه‌هاش با آیور کامینز بیان میکنه این رو یه نفر اشتباهی روزی صد هزار واحد بین‌الملل ویتامین دی 3 رو مصرف میکنه و بعد از چند ماه دچار مثلا خستگی و مزمن سردرد و تهوع میشه یعنی نهایت مشکلی که پس از چند ماه مصرف کردن صد هزار هزار،, صد هزار به وجود اومده بوده واسه این فرد این بوده که سردرد و تهوع و خستگی و اینها داشته و از وقتی که به دوز عادی برمیگرده همه این مشکلات برطرف میشه یه مورد دیگه توی کتاب دکتر بری بهش اشاره میشه و توی یکی از مصاحبه هایی که با آیبر کامینز انجام میده و لینکش رو گذاشتم زنانی که باردار هستن روزانه 6400 واحد بین الملل مصرف بکنن اون موقع شیری که تولید خواهند کرد ویتامین دی خواهد داشت و نیازی به دادن مکمل ویتامین دی به بچه نخواهد بود و همچنین یه نکته دیگه رو که باید در نظر بگیریم این هست که حداقل ویتامین دی که توی بدن ما باید وجود داشته باشه برای بهرهمندی از این مزایا یعنی ایمنی بهتر در برابر کووید 19 و کاهش خطر مرگ و میر این هست که باید هول و نانوگرم سی نانو گرم بر میلی لیتر باشه یعنی اگر زیر سی باشه خطر مرگ و میر به شدت بالا میره و برای کسایی که 3 نانوگرم بر میلی لیتر در خونشون ویتامین دی دارن مرگومیر به شدت کاهش پیدا میکنه به صورت معناداری کاهش پیدا میکنه مسئله این دیگه این هست که مثلا این سی بشه سی و یک مشکل ایجاد نمیکنه و حتی تا 100 نانوگرم بر میلی لیتر جا داره یعنی چیزی که توصیه میشه حداقل واحدهای بالای 45 هستن و تا 100 رو, صد رو هم توصیه میکنن مثلا دکتر بری میگه که روزانه 5000 الی 10000 رو میگیره تا از این کتابم هم مربوط به دوران قبل از کرونا بوده تا سطوح ویتامین دی خونش بالای 50 حفظ بشه پس نگرانی از این بابت که اووردوز بشه با این دوز نداشته باشین و حتی اگر دوزای بالایی هم باشه نهایت مشکلی که ایجاد میکنه همین مشکلاتی مثل سردرد و تهوع اینها به وجود میاره و همینجور که تو قسمت قبلی هم گفتیم ویتامین دی از جمله کارکردهایی که داره این هست که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و برای اون ضروری هست و حالا بجز کووید 19 ما رو در برابر هر گونه بیماری مقاوم میکنه و توی این روزها اهمیتش چند برابر میشه حالا که این نکته اساسی رو گفتیم دوز رو گفتیم پیشنهاد مصرف روزانه رو دادیم و همچنین آفتاب گرفتن روزانه و فعالیت زیر آفتاب روزانه حالا به همین مقاله اشاره میکنم و به این مقاله رو یه جایی رو که علامت زدم با هم مرور میکنیم. اول از همه عنوان مقاله رو بگم evidence that vitamin D supplementation could reduce risk of influenza and COVID 19 infections and deaths. این توی جورنال MDPI منتشر شده خود من وقتی که توی scholar.google.com جستجو کردم ویتامین دی COVID-19 اولین نتیجه همین بود و از این جهت هم که همینجور که گفتم مقاله ریویو هست مطالعات مختلف رو بررسی کرده توی همین چکیده اول کار میگه که ویتامین دی طی چند مکانیزم مختلف خطر عفونت رو کاهش میده یکی این که تکثیر ویروس رو سرعت تکثیر ویروس رو کاهش میده و همچنین غلظت موادی رو که باعث التهاب میشن کاهش میده و به خاطر همین مثلا ریه ما التهاب کمتری رو دچارش میشه و التهاب کمتری رو تجربه میکنه به خاطر همین حتی اگر که ما به این ویروس هم مبتلا بشیم عفونت ریوی سبکتری خواهیم داشت به این دو دلیل اینکه ویروس خیلی سرعت بالایی برای تکثیرش نخواهد داشت و همچنین اینکه اینفلیشن یا التهاب هم در پی مصرف ویتامین دی کاهش پیدا میکنه این قسمت چکیده خیلی جالبه میگه که شواهدی که از نقش ویتامین دی در کاهش ریسک ابتلا به کووید 19 پشتیبانی میکنه شامل این موارد میشه یکی این که شیوع کووید 19 توی زمستون رخ داد زمانی که غلظت ویتامین دی پایین ترینه چرا چون که نور خورشید نیست خورشید همیشه پشت ابره و روز هم کوتاهتره توی زمستان غلظت ویتامین دی پایین میاد و احتمال ابتلا بیشتر میشه و شروع بیشتر میشه مورد بعدی اینه که تعداد موردهایی که به این ویروس مبتلا شدن توی نیم کره جنوبی نزدیک اواخر تابستون پایین تره پس از این آمار هم که توی نیم کره جنوبی توی اواخر تابستون یعنی پس از یه دوره‌ای که ویتامین دی زیادی بدنشون جذب کرده تعداد موارد ابتلا توی این زمان ها کمتر بوده یکی دیگه از شواهد این هست که تحقیقات نشون داده که کمبود ویتامین دی باعث افزایش سندروم حاد تنفسی می شده یعنی هر که ویتامین دی پایینی داشته به احتمال بیشتری دچار سندروم حاد تنفسی می شده مورد دیگه ای که از این فرضیه پشتیبانی میکنه اینه که مرگ و میر با افزایش سن و در افرادی که بیماری های مزمن دارن بیشتر هست چرا؟ چون که هم افزایش سن و هم داشتن به اصطلاح شرایط, شرایط زمینه ای هر دوی اینها غلظت ویتامین دی رو پایین میارن پس با نگاه به این شواهد میشه حد زد که احتمال خیلی زیاد ویتامین دی در کاهش خطر ابتلا خطر عفونت و مرگ و میر مؤثر هست در ادامه همین توصیه رو که اول پادکست گفتم پیشنهاد میکنه اینکه روزانه ده هزار واحد بین ملل به صورت روزانه و به مدت چند هفته و بعدش روزانه 5000 هزار واحد بین ملل مصرف بشه ویتامین دی سه و هدف از این کار این هست که غلظت ویتامین دی در بدن به سطوحی بالاتر از چهل تا 60 نانوگرم بر میلی لیتر برسه و نکته جالب تر این هست که میگه برای کس... کسایی که به کووید 19 مبتلا شدن حتی برای اونها هم کاربرد داره برای کسایی هم که به کووید 19 مبتلا شدن دوزهای بالاتر از دوزهای بالاتر ویتامین دی مصرف میشن دوزهای بالاتر از 5000 تا 10000 واحد بین‌المللی روزانه پس اصلا از دوزهای پنی هزار تا ده هزار روزانه نترسید چنانچه توی همین مقاله هم بهش اشاره شده و قبلا آزمایش هایی شده که نشون داده که این دوز کاملا دوز ایمنی هست از چکیده که بگذاریم دو صفحه بعد یکم توضیحات رو بست میده میگه که غلظت ویتامین دی معمولا با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و این مسئله احتمالا برای بیماری کووید 19 مهمه چرا که با افزایش سن میزان مرگ و میر در پی بیم این بیماری هم افزایش پیدا میکنه اینجا مهمتره چون اینجا دلیل کاهش ویتامین دی رو میگه یکیش اینه که همینجور که افراد سنشون بالاتر میره به خاطر حالا سبک زندگی زندگی که ما یکی از دلایل اینه که زمان کمتری رو این افراد حالا به نسبت سنشون زیر آفتاب سپری میکنن یعنی ممکنه ما چند سال حالا قصر در بریم با زیر، کم زیر آفتاب بودن ولی همینجور که سنمون بیشتر میشه و مدت بیشتری رو دور از آفتاب سپری میکنیم هی این سطوع پایین روی هم انباشته میشن و با افزایش سن دیگه به جایی میرسه که سطوح به شدت پایین میان و همچنین مورد دیگه اینه که به خاطر پایین بودن 7 دی در پوست جذب ویتامین D کاهش پیدا میکنه که این هم باز توی غذاهای چرب پیدا میشه برمیگردیم به رژیم توی قسمت های قبلی هم حالا یا قسمت قبلی یا قسمت قبل در مورد مزایای کلسترول مزایای مصرف چربی گفتیم و همین رو هم گفتیم که کلسترول برای تولید ویتامین دی توسط پوست در زیر آفتاب ضروری هست همون کلسترولی که این همه بعد ازش گفتن و این همه دشمنش کردن ضروری هست و نیاز بهش انقدر حیاتی هست پایین تر تو همین صفحه سوم توی قسمت دیسکاشن مقاله به این نکته اشاره میکنه اوج بروز آنفولانزا همزمان هست با شرایط آب و هوایی که دما پایین هست و رطوبت نسبی وجود داره و هر دوی این عامل باعث میشن که ویروس آنفولانزا زمان بیشتری را بتونه خارج از بدن زنده بمونه سالم بمونه تا زمانی که توی شرایط گرمه البته زنده بودن کمی عبارت عجیبیه برای ویروس چون که اصولا موجود زنده نیست خارج از بدن وقتی که وارد بدن میشه اون موقع است که تازه روح درش دمیده میشه حالا بگذاریم بریم سراغ صفحه 6 اینجا به یه مطالعه که توی ایران انجام شده اشاره میکنه میگه که طبق پژوهشی در ایران بیمارانی که از فشار خون بالا رنج میبرن معمولاً سطوح ویتامین دی خونشون هم پایین تره پس ببینید کلا ویتامین دی از یه سبک زندگی داره صحبت میکنه یه نشونه ای هست که میگه سبک زندگی ما چه جوری بوده ما چه غذاهایی خوردیم و این غذاها چه تأثیر روی بدن ما گذاشتن و بعد در و چه جوری زندگی کردیم اینکه حالا توی آفتاب زمان زیادی رو سپری کردیم یا نکردیم و اگه سبک زندگی نامناسبی داشته باشیم این خودش رو توی ویتامین دی نشون میده و و بجز اون در نتیجهش فشار خونم بالا میره ابتلا به هر بیماری ساده تر میشه چون که ویتامین دی در سیستم ایمنی بدن کاربرد داره در التهاب کاربرد داره در جلوگیری از ال... التهاب البته و این هست که رژیم خیلی اهمیت پیدا میکنه در این رابطه بگه توییتی که دکتر پال سالدینو منتشر کرده بود اشاره میکنم پال سالدینو یه پزشکی هست که رژیم گوشتخاری داره و اصلا نام کاربری توییترش هم @carnivore_md هست کتابی هم داره به اسم کارنیور کود که اخیرا منتشر شده این توییت بود که توجه من رو به همین تحقیق و همسری و هم یه سری پادکست که دکتر سلدینو بیرون داده بود جلب کرد هم انگلیسیش رو میخونم هم فارسیش رو میگه The only conversation I want to hear about coronavirus from now on is how badly we were misled by media fear-mongering and how the messaging should have been about metabolic health all along. What a tragedy this whole thing has been. این only رو هم با حروف بزرگ نوشته میگه تنها صحبتی که میخوام از حالا به بعد در مورد کرونا ویروس بشنوم این هست که ما چقدر به صورت منفی تحت تاثیر رسانه قرار گرفتیم رسانه ای که فقط سوداگر ترس هست این اصطلاح فیور مانگرینگ رو توی پادکستش هم زیاد به کار میبره واقعا اصطلاح جالبی هست و در ادامه میگی که چیزی که میخوام بشنوم فقط اینه که چقدر مهمی بود که پیام رسانی ما، اطلاع رسانی ما باید در مورد سلامتی متابولیک ما می بود. در همه مدتی که ما قرنطینه کردیم، در همه مدتی که ما از مرگ و میر گفتیم و از ترس گفتیم، البته نباید هیچ چیزی رو دست کم گرفت، اما چیز مهمتری که باید بهش اشاره می کردیم سلامت تغذیه بود حالا این توضیحات خودم بود نه ترجمه مستقیم این توییت What a tragedy this whole thing has been کل این ماجرا جب تراژدی بزرگی بوده همین چند قسمت پیشین خودمون رو نگاه بکنیم قسمت سه که در مورد کووید 19 بود ما تو همون قسمت ها به این اشاره کردیم که مهمترین عامل تغذیه است همه چیز از تغذیه شروع میشه و توصیه به تغذیه سالم کردن آدرس غلط دادن نیست اینکه صحبت از روغن به نفشه و داروی امام کازم بشه این اشتباه هست وقتی که صحبت از تب سرد و گرم بشه این اشتباه هست ولی وقتی که از تغذیه اصولی صحبت میکنیم این اصلا اشتباه نیست مهمترین چیزی که ما دریافت میکنیم حالا به جز تنفس که حالا همونم به لطف تکنولوژی و تمدن آلوده تر و آلوده تر شده و میشه غذا هست و وقتی ما این ورودی غذاییمون اون مواد خام به اصطلاح انگلیسی گفتن بیلدینگ بلاکس سلول های بدنمون تک تک اجزای بدنمون ناسالم باشه خب بدن بر چه اساس میخواد خودش رو بسازه بر چه اساس میخواد کارکردهای مختلف خودش رو تنظیم کنه بر چه اساس میخواد سیستم ایمنی رو تقویت بکنه و در برابر بیمار مقابله بکنه وقتی که ما غذاهای غیر طبیعی مصرف میکنیم وقتی که ما به توصیه های گوش میدیم که هی hey, میگن کربوهیدرات بالا باشه برنج بخورید سیب زمینی بخورید گوشت نخورید چربی نخورید نتیجه همین میشه که سلامتی ما روز به روز کاهش پیدا میکنه همین درد دل رو باز بذارید ادامه بدم زمانی ما ممکن است خواب بیدار بشیم که میبینیم آدم های حرف گوش هستیم یعنی در مورد خود من میدیدم که از سنین پایین از چربی می ترسیدم سعی می کردم ورزش کنم هر چیزی که در مورد غذا میگن گوش بکنم از گوشت قرمز و چربی و اینها حذر کنم سعی کنم برم سراغ مواد کربوهیدراتی چند وعده در روز غذا بخورم و اینها همه این حرف گوش کردن نتیجهش این شد که من روز به روز چاقتر شدم و چاقی اصلا کم اهمیت ترین چیز بود مهمتر اینه که وقتی ما چربی درستی به بدنمون نرسه بدنمون نمیتونه ویتامین دی تولید بکنه وقتی که چاق باشیم نمیتونیم تکون بخوریم نمیتونیم بیرون فعالیت بکنیم تغذیه این همه نقش کلیدی داره اینکه ما غذاهای درستی بخوریم کلسترولمون بجاست کلسترول لازم هست برای بدن ما میتونه بدنمون ویتامین دی تولید بکنه میتونیم بیرون بریم فعالیت کنیم ورزش کنیم و چیز خیلی جالب این هست که وقتی که ما چربی های مصرف بکنیم چربی های اشبا چی هستن؟ همون چربی هایی که ما رو ازشون ترسوندن یعنی چربی های حیوانی اینها رو مصرف بکنیم به سبب اشباع بودنشون دیرتر اکسیده میشن و وقتی که بدن ما سلول های پوست ما بر پایه این چربی ها بر پایه این مواد غذایی که این چربی ها دارن ساخته شده باشه ما بیشتر میتونیم زیر آفتاب بمونیم یعنی این همه که هی میگن سرطان پوست میگیرین اصلا تحقیق وجود نداره که رابطه مستقیمی رو بین سرطان پوست و زیر آفتاب موندن بخواد بیان بکنه اینم باز دکتر بری توی کتابش لایز مای دکتر تولد می بهش اشاره میکنه وقتی که رژیم درست داشته باشید روغن های اشبا مصرف بکنید کره روغن حیوانی مصرف بکنید اون موقع پوستتون هم طاقت تحمل گرمای بیشتری خواهد داشت پس پوستتون سوخته نمیشه دچار سوختگی پوست نمیشین و پوستتون هم سالم میمونه و دچار سرطان پوست هم نمیشید. یعنی این هم باز به غذا برمیگرده ما غذا رو درست بکنیم همه چیزهامون درست میشه ما هر رژیم دیگه ای که دنبال بخوایم بکنیم رژیم هایی که محدود کننده کالری هستن بر اساس شکنجه دادن انسان پیش میرن این رژیم ها افراد وقتی که خسته میشن کلافه میشن دیگه نمیتونن ادامش بدن ولی وقتی که شما رژیم داشته باشین که سیری واقعی و مانا بهتون میده سلامتتون رو تعمین میکنه توی این مواقع اتفاقا بهترین موقعی هست که بخواید بهش بپردازید و ادامش بدید مورد دیگه که دکتر سالدینو بهش اشاره میکنه این هست که ما از این ویروس به حال نمیتونیم قایم بشیم یکی از دوستان که توی آمریکا زندگی میکنه از جمله کسایی که من میشناسم تنها کسی که دچار کووید 19 شد همین ایشون بودن ازشون پرسیدم که میتونم اسمشون استفاده بکنم یا نه هنوز جواب ندادن پس اسمشون استفاده نمی کنم. یه مقاله رو روی فیسبوک نوشته بودن که در مورد این تجربه بیمارشون گفته بود ایشون هم همین رو میگفتن که هر کدوم از ما توی یه زمانی به حال با این ویروس درگیر خواهیم شد و توی مکالمه فردی که داشتیم ما هر دو برای این نکته توافق داشتیم که مهم سیستم ایمنی بدن هست سیستم ایمنی که درست باشه ما سلامت بهتری خواهیم داشت حتی اگر به این ویروس آلوده بشیم راحتتر میتونیم باش کنار بیم و احتمال جان سالم به در بردنمون بیشتر هست ایشون سنشون خیلی از من بیشتر هست اما سبک زندگی بسیار فعالی رو دارن و همین اخیرا اتفاقا یعنی بعد از ابتلا و بهبودی از کووید 19 اشون همیشه دارن ویدیوهای مثلا تنیس بازی کردن بیرون رو روی اینستا میذارن خب همه اینها تاثیر داره وقتی که ما ورزش کنیم تغذیه درستی داشته باشیم آفتاب کافی به بدنمون برسه سبک زندگی که درست باشه سیستم ایمنی بهتری خواهیم داشت و میتونیم بهتر در برابر این ویروس و حتی بدتر از این ویروس از خودمون محافظت بکنیم یعنی بدنمون از خودش محافظت بکنه در مورد سیستم ایمنی باز توی قسمت های قبلی هم اشاره کردیم که سطوح مکررن بالای قند سطوح مکررن بالای انسولین بر سیستم ایمنی بدن تاثیر منفی میذاره وقتی که ما برنج بخوریم نون بخوریم غذاهایی که این همه بهمون گفتن سالمه بخوریم ولی سالم نیستن ما سطوح انسولین رو به شدت افزایش میدیم حالا فرض کنید که یه غذاهای خیلی بدتری بدتر از اون مثل نوشابه قند کیک بیسکویت اینها رو مصرف بکنیم قندمون به شدت بالا میره و نیاز نیست بیماری قند داشته باشیم قند بالا عملکرد سیستم ایمنی رو حتی همون تو همون مدتی که با... بالا هست تو همون چند ساعتی که بالا هست باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی میشه پس چیز اساسی مثل سیستم ایمنی سلامتش برمیگرده به سبک زندگی درست و بخش مهمش چی هست تغذیه درست در زمینه چربی گفتیم و این نکته مرتبط رو هم بگیم مکملای ویتامین دی توی کپسولای فروخته میشن که با خودشون روغن دارن اما نگاه بکنید احتمالا این روغن ها روغن های گیاهی هستند. روغن گیاهی اگر ز... روغن زیتون و روغن نارگیل باشه که اینا هیچ مشکل نداره اینا خیلی ساده از طریق فشردن به دست میان و کاملا طبیعی هستن ولی خیلی از روغن هایی که پیشنهاد میشن روغن هایی که از گیاه گرفته میشن اینا به صورت طبیعی به دست نمیان و انقدر توی تولیدشون از فراینده های شیمیایی استفاده میشه که اصلا تولیدشون تا های اخیر ممکن نبوده و به مدد تکنولوژی میسر شده پس اگر که دیدید که کپسول های ویتامین دیتون تون روغن های غیر طبیعی مثل روغن کلزا داشتن از اینها استفاده نکنید این کپسولی که من تونستم بگیرم مثلا روغن نداره وقتی که داشتم اینو از داروخونه میگرفتم کسایی که توی داروخونه بودن گفتن که البته این چیزی که داری شما میگیرید روغن نداره ها باید مثلا با وعده غذای مصرف بشه که روغن داره گفتم آره مشکلی نیست بندگان خدا اگر غذای من رو میدیدن اصلا همون اول همون قرص رو معرفی میکردن توی رژیم کتوجنیک ما چربی کافی بدنمون داره و چون که ویتامین دی یا ویتامین محلول در چربی هست و درستتر این هست که بگیم یه پرو هورمون هست یعنی یه چیزی که شباهت زیادی به هورمون داره محلول در چربی هست و نیاز به وجود چربی های طبیعی در بدن هست چربی هایی که از گوشت به دست میاد از منابع حیوانی به دست میاد از تخمق به دست میاد چربی هایی که از اف... اگر گیاهخوار هستید یا منابع گیاهی رو ترجیح میدید از آووکادو روغن زیتون و رو... روغن نارگیل هست اگر از اینها باشه اینها چربی های اشبایی هستند و چربی های مفیدی هستند که بدن ما سالها و منظورم از سالها هزار هاست که با اینها زندگی کرده و باهاشون خو گرفته در دی این ای ما ثبت شدن پس نیاز به بالا بودن این چربی ها در بدن هم هست پس بدونیم که از این ویروس نمیشه قایم شد همین جور و کمکی که این قرنطینه میتونست بکنه یکی از کمک های مهمش این بود که مراکز درمانی یهو اشباع نشن یهو پر نشن و به هر حال توی مراوداتمون با دیگران اصول رعایت بکنیم کمک میکنه در سلامت ما ولی بیرون بودن خودمون رو نباید محدود بکنیم با رعایت نکات حالا قرار نیست ما بریم بیرون به این و اون دست بدیم با این و اون روبوسی بکنیم مثلا من بیرون که میرم خیلی بدونی که حتی آنچنان به کسی هم نزدیک بشم به پیاده روی یا دو خودم میپردازم و در این حال آفتاب رو هم میگیرم پس با کمتر شدن محدودیت ها من توی ایران که حالا همچین محدودیت مسئولانه ای هم نبود و اطلاع رسانی درستی هم انجام نمیشد متاسفانه اما به حال اگر جای دیگه زندگی میکنید که محدودیت ها کمتر شده به صورت منطقی میتونید از نور آفتاب استفاده بکنید میتونید فعالیت های بیرون از خونه داشته باشید و در فضای باز زیر نور آفتاب و مثل همین دوست ما تنیس بازی کنید تنیس یه مثال خوبم هست مثلا اگر فوتبال بازی میکنید همتون به هم میخورید ولی تنیس یه نفر این ور میزه یه نفر اون یه نفر این ور زمینه یه نفر اون ور اینها یا مثلا همین دو یه چیز انفرادی هست پیاده روی حتما از آفتاب استفاده بکنید در زمینه جذبشم میگیم و به بعد به مقاله باز میگردیم و در زمینه اووردوز و اینها که خیلی سال در موردش مطرح شده و نقصیات در موردش وارد شده میپردازیم رنگ پوست از عواملی هست که توی جذب ویتامین دی تاثیر داره مثلا منی که پوستم تیره تره باید مدت بیشتری رو زیر آفتاب بمونم یه اروپایی 20 دقیقه میتونه 20 دقیقه در روز زیر نور آفتاب میتونه ویتامین دیش رو تامین بکنه اون دوزی هم که میگیره خیلی فراتر از این دوز دارو هاست یه دلیل دیگه ای یه شاهد دیگه ای برای این که ده هزار تا پنج هزار تا چیزی نیست در روز ولی وقتی که پوستیره تر باشه مثلا همین 20 دقیقه میشه یک ساعت و نیم چند برابر میشه این مدت زمانی که توی آفتاب باید بمونن باز تکرار میکنم رژیم غذای درست مقاومت در برابر آفتاب رو افزایش میده همه این کسایی که ویدیوهاشون رو اینها رو دنبال میکنم همشون سفید پوستن حالا تو سایه های مختلف با درجات مختلف اما همشون متفقا سفید پوستن و همین ها هم در مورد این مسئله میگن که از وقتی که این رژیم رو شروع کردن میتونن ساعت ها زیر آفتاب بمونن بدون هیچ مشکلی و من که از همون بچگی هم با آفتاب زیاد مشکلی نداشتم ولی خب برای گرفتن ویتامین D هم باید مدت بیشتری زیر آفتاب بمونم آزمایشاتی که انجام شده نشون دادی که مثلا سیاه پوست های آمریکایی به نسبت بقیه جمعیت ویتامین دی پایین تری دارن این یه مسئله میتونه چند عاملی باشه چند عامل مختلف با این تاثیر بذاره مثلا ممکن سبک زندگی ها تغییر بکنه اون فراغت کافی رو نداشته باشن که بخوان در فضای آزاد فعالیت بکنن ولی یکی از عوامل هم میتونه همین باز پیکمنت های پوستی فکر میکنم کنم ترجمه بشه توی فارسی باشه که هرچه پوستی تر باشه جذب ویتامین دی کند تره قاعده ای کلی باید این باشه که هر چقدر زیر آفتاب میتونید بمونید براتون راحت زیر آفتاب بمونید باز مثل همیشه هم تاکیدمون بر این هست که به احساس خودتون رجوع بکنید وقتی گرس نتونه غذا بخورید وقتی تش نتونه آب بخورید وقتی که گرمتون شد سیستمتون داغ کرد بیاد توی خونه حالا برمیگردیم به مقاله صفحه 9 پایین صفحه در مورد کارایی و ایمن بودن دوز بالای ویتامین دی صحبت میکنه مکمل ویتامین دی صحبت میکنه یعنی همین مسئله که با دیده شک و تردید بهش نگاه میشه و خیلی ممکنه زنگ خطر رو در بسیاری افراد به صدا در بیاره در اینجا به یه آزمایش نشون میده که سال 2011 یه بیمارستان روان پزشکی توی سینسیناتی اوهایو از سال 2011 به بیماراش که نیمی سفید بودن و تقریبا نیمی هم سیاه پوست مکمل ویتامین دی سه میداده و همین دوزهایی که پیشنهاد کردیم 5000 و 10000 یا 10000 36 بیمار که دوز 5000 واحد بیرمللی روزانه رو به مدت 12 ماه یا بیشتر دریافت کردن به صورت متوسط غلظت ویتامین D خونشون از 24 که خیلی پایین تر از حد ایمن هست به 68 نانوگرم در میلی لیتر رسیده بود و 78 بیمار هم دوز ده هزار واحد بین ملل رو به صورت روزانه دریافت کردن میانگین غلظت ویتامین دی در این افراد از 25 به 96 رسید ببینید دکتر بری مثلا توی کتابش میگه که سعی کنید به 100 برسه و خودش هزار یا ده هزار رو روزانه میخوره که حتما مطمئن باشه بالای 50 نانوگرم در میلی لیتر رو توی خونش ویتامین دی داره و ببینید به مدت دوازده ماه یا بیشتر کسایی که ده هزار بهشون داده بودن هنوز به صد نرسیده پس این دوز کاملا ایمن هست و جمله بعدی No cases of vitamin D induced hypercalcemia هیچ موردی از هایپرکلسیمیا در پی مصرف ویتامین دی مصرف مکمل ویتامین دی گزارش نشده بوده توی همه این بیمارانی که توی این مدت طولانی ویتامین دی رو با این دوزهای 5000 تا 10000 واحد مللی روزانه مصرف میکردن هایپرکلسیمیا هم همین بالا رفتن غیرادی سطوح کلسیوم توی خون هست یکی از مشکلات بزرگی که ایجاد میکنه باعث ایجاد سنگ کلیه میشه و هیچ موردی از هایپرکلسیمیایی که به واسطه مصرف ویتامین دی باشه توی این افراد گزارش نشده بوده توی پاراگراف یکی مونده به آخر همین صفحه نو به یه پژوهش در نیوزیلند اشاره میکنه که 5110 شرکت کننده داشته یعنی روی 5110 نفر این آزمایش انجام شده بوده به مدت به صورت متوسط سه ممیز سه سال مکمل ماهانه 100 هزار واحد بین الملل دادن یعنی مکمل ها رو ما به صورت روزانه میگیم این مکمل به صورت ماهانه است که توی ایران تجویز به این شکل خیلی رایج هست و تجویز این دوز هیچ تأثیری بر میزان رخداد هایپرکلسیمیا نداشته. پس از لحاظ دوست خیالتون راحت باشه خیلی ها وقتی که مثلا ویدیو ما بیرون دادم توی اینستاگرام یا پیام دادم به دوستان همه واکنش نشون میدادن و این واکنشی هست از روی آگاهی و این خیلی نقد آگاهانه است. نیاز هست همیشه به این دید انتقادی ولی خب برای اینکه خیالتون راحت بشه باز این بخشی هست از این مقاله که به مقالات دیگر و به پجوهش های دیگر اشاره میکنه حرف این مقاله تنها نیست و باز کسانی هم که از این توصیه دارن پیروی میکنن یکیش خود من هستم که دارم این حرف ها رو میزنم همین کار رو دارم میکنم و هیچ عوارض جانبی رو متحمل نشدم و تمام کسانی هم که روی یوتیوب دنبال میکنم کتابشون رو میخونم. هیچ مشکلی با این قضیه نداشتن توی صفحه یه ده یه تیکه آخر پاراگراف دومش میگه که غلزت مطلوب باید دست کم چیزی بین چهل تا 60 نانوگرم بر میلی لیتر باشه زیر 25 خطرناکه کلن یه استاندارد بین ملله زیر سی کسایی که زیر سی داشتن ویتامین دی زیر سی داشتن از مشکلات بیشتری در پی کووید 19 رنج بردن و حتی مرگ و میر افونت های شدید و مرگ و میر بالای سی درصد این میزان به طور قابل ملاحظه ای کاهش بده کرده و اینجا میگه که حداقل چیزی که ما باید هدفمون باشه چهل تا شست نانوگرمه حالا در نظر بگیرید مثلا سبک زندگی همون که عمدتا توی خونه هستیم عمدتا توی محیط های داریم محیط های ایم و یکی مثل من که جای زندگی میکنه که خورشید پشتش به ماست و همه این عوامل تاثیر میذاره که ما ممکنه به دوز بالاتری نیاز داشته باشیم صفحه آخر مقاله قبل از منابع صفحه 11 توصیه میکنه که همراه با مکمل ویتامین D از منیزیم هم استفاده بشه این دوزی رو که واسه منیزیم که البته خود من استفاده نمی کنم توصیه می کنه 250 تا 500 میلی گرم در روز هست که اگر منیزیم پایینی دارید نیاز هست که این مکمل رو هم مصرف بکنید اگر که مشکلی با مکمل گرفتن مکمل مصرف کردن نداشته باشید من خودم خیلی مقاومت دارم نسبت به هر چیزی که غذا نباشه هر چیزی که فعالیت طبیعی نباشه یه خلاصه میگم روزانه به مدت چند هفته مثلا سه هفته چهار هفته دوز ده هزار واحد بین الملل ویتامین دی مصرف بکنید دی سه و پس از تموم شدن اون چند هفته روزانه پنی هزار واحد بین الملل استفاده بکنید نیازی نیست نگران اووردوز باشید سعی کنید فعالیت بیرون داشته باشید یا دست کم توی بالکن خونتون اگر امکانش هست زیر نور آفتاب حداقل لباس چون که آفتاب باید به پوست بتابه رژیم غذای پرچرب همچنان ادامه بدید چون که کلسترول در جذب ویتامین دی اهمیت اساسی داره یعنی همون رژیمی کتوژنیکی که همیشه در موردش صحبت میکردیم اگر رنگ پوست تیره ای دارید مدتی بیشتری را باید زیر آفتاب بمونید رنگ پوستتون اگر که روشنتر هست مدت کمتری را نیاز دارید وقتی که رژیم غذای درسته داشته باشید مدت طولانیتری هم میتونید زیر آفتاب بمونید پس دچار پوست سوختگی نمیشید نگران این قضیه و سرطان پوست هم نباشید هیچ نیازی هم به کرم ضد آفتاب نیست من به شخص به هیچ وجه از کرم ضد آفتاب استفاده نمی کنم و هیچ مشکلی هم با آفتاب ندارم نه تنها من بلکه پزشکانی هم که دنبال می کنم محققانی هم که دنبال می کنم هیچ از کرم ضد آفتاب استفاده نمی کنه. دکتر بری مد و زلده که ما همیشه ازش یاد می کنیم بارها و بارها یه فصل اصلا از کتابش به همین اختصاص داده که این هم یک دروغ بزرگ است که پزشک ها به ما گفتن که زیرا آفتاب موندن کتابش آفتاب باعث سرطان پوست میشه این رو هم باز در نظر بگیرید که دکتر بری خودش پزشک هست و عنوان کتابش دروغ هایی که پزشک من به من گفته است هست خب خواستم این پیام مهم رو برسونم و به زودی قسمت هایی رو که برنامه ریزی کردم ضبط میکنم این قسمت یه هایی پیش اومد اگه یادتون باشه قسمت قبلی در مورد حساب پیتریانی که ساخته بودم واسه پشتیبانی مالی صحبت کردم و واقعا هیچ امیدی نداشتم که تا حتی چند ماه آینده کسی پشتیبانی بکنه از من چون که برای کاربرایی که توی ایران هستن که این امکان وجود نداره منم دارم به فارسی این پادکست رو تولید میکنم و یه روز ایمیلی دریافت کردم یکی از دوستان دوران دانشگاه که همیشه به من لطف داشته با نام مستعار تیناسان پشتیبان من شده بود روی پیتریان و وقتی که این ایمیل رو دریافت کردم خیلی شوکی شدم خیلی اتفاق غیر منتظر و خوشایندی بود ممنون تیناسان امیدوارم که هر روزتون نیک باشه و هم خودتون و هم دور بریاتون سالم باشید تا دو روز دیگر بدرود این بخش بعد از ضبط اصلی اضافه شده توی پادکست اشاره کردم به تجربه یکی از دوستان که به کووید 19 مبتلا شده بودن منتظر بودم که اجازه استفاده از نامشون رو بدن بعد از ضبط اصلی این اجازه صادر شد ایشون دکتر طالبی نجات هستن استاد دانشگاه MIT و یه نکته دیگه هم اشاره بکنم اینکه توی این پادکست و توی بافتی که دارم در مورد رژیم کتوجنیک صحبت میکنم به تجربه ایشون اشاره کردم میخوام اطمینان حاصل کنم که این برداشت به اشتباه نشه که ایشون هم رژیم کتوجنیک رو دنبال میکنن خیلی برام مهم هست که به اصطلاح انگلیسی ها چری پیکینگ انجام ندم هر چیزی رو که به نفع خودم هست برداشت نکنم چون توی مقالهشون به مصرف میوه و اینها هم اشاره کرده بودن که میدونید توی رژیم ما هستن میونه خوبی با میوه نداریم به خاطر قند بالاشون و این رو هم لازم دیدم برای حفظ امانت اضافه بکنم